منشأ بوی نامطبوع تهران مشخص شد. استاندار تهران گفت فاضلاب ناشی از شیرابه پسماندهای آرادکوه و تخمیر و تجزیه مواد غذایی فسادپذیر صنایع لبنی و کشتارگاه ها آلودگی بسیار بالایی ایجاد می کند. بوی ناشی از این آلودگی به هوا متصاعد و در اثر وزش باد پراکنده می شود. انوشیروان محسنی بندپی در رابطه با علت انتشار بوی نامطبوع در تهران گفته متأسفانه در جنوب و غرب استان تهران صنایع مستقر هستند مانند صنایع لبنی و کشتارگاه‌های مرغ که حداقل استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی‌کنند. استاندار تهران با اشاره به دفع پسماندهای خانگی در آرادکوه ادامه داد فاضلاب ناشی از شیرابه پسماندهای آرادکوه و تخمیر و تجزیه مواد غذایی فسادپذیر صنایع لبنی و کشتارگاه‌ها آلودگی بسیار بالایی ایجاد می‌کند. بوی ناشی از این آلودگی به هوا متصاعد و در اثر وزش باد پراکنده می‌شود. وی اظهار کرد این صنایع در قسمت بالادست و تقریبا در محدوده غربی جاده مرقد حضرت امام تا فرودگاه بین‌المللی امام خمینی واقع شده است. و باد غالب نیز معمولاً غرب به شرق است. به خصوص در فصل تابستان بوی ناشی از فاضلاب برخی از صنایع و شیرابه های پسماندها به سمت پایین‌دست که شرق استان تهران است متصاعد شده و بوی نامطبوع آن از اتوبان فرودگاه نیز به مشام میرسد. وی تصریح کرد برای تمامی فاضلاب های صنعتی استانداردهایی با شاخصی تصفیه پذیری به حد ورود به آب پذیرنده و خاک باید رعایت شود. برای دریافت ویدیوهای بیشتر لطفا همه روز کانال پزشک برتر شوید و پس از عضو شدن و سابسکرایب کردن یادتون نره که روی دکمه زنگوله نیست کلیک کنید تا آخرین ویدیوها و بهترین کیفیت به دست شما برسه. با سپاس فراوان.